فرودگاه کورکول. این فرودگاه که در معروف‌ترین کوه فرانسه به نام کورکول قرار گرفته، شهرتش به این است که شرایطی دارد که فرودگاه را خطرناک می‌کند. این فرودگاه در رشته کوه آلپ و در ارتفاعی بیش از 6500 پا بالاتر از سطح دریا واقع شده است. با توجه به پیچیدگی‌های موجود از لحاظ موقعیت قرارگیری و همچنین باند بسیار کوتاه آن که کمی بیش از 500 متر است و به صورت شیب‌دار رو به پایین قرار دارد، جای تعجب نیست که این فرودگاه جزء یکی از خطرناک‌ترین فرودگاه‌های دنیا دسته‌بندی شود. باند یخی یا آیس رانوی. باند یخی نام باند فرودگاهی است که وظیفه ارائه خدمات به پروازهایی را دارد که به ایستگاه مک‌ماردو در قطب جنوب انجام می‌شود. تنها باند یخی در دنیا فقط همین است. یک باند فرود که هر ساله زمانی که یخ‌های اقیانوس در نزدیکی ایستگاه مک‌ماردو ثابت و منجمد شده ساخته می‌شود. به همین دلیل باند این فرودگاه تنها در سردترین ماه‌های سال قابل استفاده می‌باشد. هر هواپیمایی که در این باند فرود میاد با یک لیزر اندازه‌گیری میشه تا میزان فرو رفتگی آن در یخ مشخص شود. هنگامی که یک هواپیما 10 اینچ در یخ فرو میره، میبایست آن را به یک منطقه امن‌تر روی یخ‌ها منتقل کرد. فرودگاه بین‌المللی مادیرا. این فرودگاه در نزدیکی شهر فونچال در جزیره پرتغالی مادیرا واقع شده است. این فرودگاه در ابتدا به دلیل باند کوتاه خود که فقط 1600 متر طول داشت به عنوان یکی از خطرناک‌ترین فرودگاه‌های دنیا شناخته شده بود. بلافاصله پس از سانحه پرواز TAP پرتغال به شماره پرواز 425 در سال 1977 که یکی از مرگبارترین سوانح هوایی در پرتغال در زمان خود بوده است، باند فرود این فرودگاه برای بلندتر شدن برنامه‌ریزی گردید. پرواز شماره 425 که هواپیمایی از نوع بوئینگ 727 بود، از بروکسل به سمت فرودگاه مادیرا حرکت می‌کرد که در هنگام فرود پس از آنکه در انتهای باند متوقف نشد، به صخره‌های ساحلی سقوط کرده و منفجر شد که این حادثه باعث کشته شدن 131 نفر از 164 مسافر آن گردید. و این تنها حادثه مرگباری بود که در فرودگاه مادیرا روی داد. از آنجا که فرودگاه در کنار صخره ساخته شده بود، هیچ زمینی برای گسترش نداشت. بنابراین از ستونها برای طولانی تر کردن باند استفاده کردند. وظیفه دشوار طراحی و مهندسی باند جدید را یک شرکت برزیلی به نام آندرید گوتیریز به عهده گرفت. کاری که در فرودگاه مادیرا انجام شد، موفق به کسب جوایز برجسته‌ای برای اون شرکت از طرف انجمن بین‌المللی پل و مهندسی ساخت و ساز گردید. با این حال، پس از اینکه طول باند فرود به این روش افزایش یافت، باز هم این فرودگاه به عنوان یکی از خطرناک‌ترین فرودگاه‌های دنیا شناخته می‌شود.